با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز سه‌شنبه 28 فوریه است، یعنی فوریه هم به پایان رسید و ما همچنان اندر خم همون کوچه اولیم. من به مناسبت کاری که میکنم هر روز نشستم اینجا و دفتر عمرم رو ورق میزنم، مینویسم 27 ساعت فلان و همینجوری میشموریم. خیلی سخته و اینکه وقتی هم میگن که سنت از یه حدی بالاتر رفت به مرحله پایانی نزدیک میشی، سرعتی زیادتر میشه. هرچند که یه تلقینی وجود داره، میگه روزهای خوب روزهایی است که هنوز نیامده است، یا روزهای خوب روزهای در پیش است و این امید رو به انسان میدهد که تلاش کنه برای رسیدن. اما قریب 40 است از یه فاجعه‌ای ما داریم سخن میگیم، یه فاجعه‌ای که بر علیه کرامت انسان است، بر علیه محیط زیست انسان است. امروز تو برلین پلیس دوباره ریخته توی مسجدی، میگن از سال 2014-15 مسجد زیر نظره، کنترل میکنن. دوباره امروز ریختن یه در اونجا، دستگیر کردن، مسجد رو تهدید کردن و میگن اون آدمه که در بازار برلین در کریسمس با اتوبوس با کامیون رفت تو جمعیت، مردم بیگناه رو کشت، از همین مسجد تغذیه شده، افکارشو از اینجا گرفته. توی شرایطی داریم زندگی میکنیم که به باور من دنیا برنامه ندارد، نه اینکه آدم بزرگ وجود ندارد، نه اینکه دنیا دست آدم کوچولو است، اینا بی خودکیه. همه اینایی که در رأس کارا امور هستن بالاخره تو نوع خودشون در یه نقطه بزرگی واقع شدن. حتی روزخون سرقبرهای شهر ما سید علی خامنه‌ای که در حد یک روزخون سرقبرها هم به سختی، یعنی من برای فاتحه خونی بابام هم اونو دعوت نمی کنم که بیاد روزه بخونه، در این حد نگاه من به اینا، امروز در یه جایگاهی قرار گرفته که رهبر کشور بزرگ منطقه است و جهان رو به این آلودگی و فساد کشونده. میگه که اصل بنیاد کار ما بر اساس غرب ستیزی است و این حرف درسته، حرفش غلط نیست. اساس کارش بر اساس غرب ستیزی و آمریکا ستیزیه و میگه اگه از این خط خارجی و به ظاهر در پشت که خب کاملا مشهوده، برای من لااقل معلوم است که چقدر ارتباطشون با هم نزدیکه، در همین لحظه که ظاهرا فوش میدن به هم دیگه و اینها و ترامپ رو اون مرده خطاب میکنه و ترامپ هم دستگاهش میگه که این رئیس جمهوری نیست که اونگونه باشد و جدی باید بگیریمش، اما برای من معلومه که خیلی ارتباطات نزدیک و تنگاتنگی با هم دارن به خاطر درگیری هایی که همه جای جهان وجود داره، حتی در یه مسجدی در برلین. مطمئن باش یه سرش وزارت اطلاعات عربستانه، یه سرش وزارت اطلاعات ایرانه. اما روزهای سه‌شنبه این ساعت همونطور که روی صفحه ملاحظه میکنید، خرسندم که میریم خدمت آقای حشمت رئیسی، مردی که تاریخ زندگیش نشون میده که تلاش کرده در جهت کرامت انسان، تلاش کرده در راه آزادی، تلاش کرده در هر کجایی که بوده از حقوق انسان حرف بزنه. الان یه اتفاق دیگه ای افتاده و اون مسئله همین اسکاری است که برگزار شده. این اسکار یه پدیده کاملا معلومه و ما هالیوود رو نباید دست کم بگیریم. هالیوود
قوی تر از اون است که من و شما فکر میکنیم راجعش. هالیوود رئیس جمهور تعیین میکنه، هالیوود خط سیاسی تعیین میکنه. تو همون ماجرای فیلم بن افلک و نمیدونم اون اسمش چی بود، گروگانگیری و اینکه چجوری کانادایی ها وارد شدن با پاسپورت و اینا، اگه دقیق بکنی میبینی که تو هالیوود همه این حرفا اتفاق میفته. یعنی یه سر داستان اولش هیچی به این داستانه توجه نمیکنه، جدی نمیگیرن. هیچ که زاخچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت همینجاست، جدیش نمیگیره. تو همون فیلم بن افلک، تو همون فیلم گروگان، اسمش یادم رفت، اگه نگاه بکنی از توی اتاقی از توی هالیوود قصه کلید میخوره. و این ماجرای انتخاب دوباره یه فیلم از ایران، من نمیفهمم اگه فوتبال قهرمان میشه چرا برای شورا میکشه، چرا سینما رو باهاش اینجور تقابل میکنه. من در این فکرها بودم، دیروز زنگ زدم به آقای پرویز صیاد. میدونی که من به او باور دارم، بهش علاقمندم و ازش پرسیدم، گفت چیه دوباره یه فیلم شد اومدی سراغ من؟ گفتم همیشه همینطوره دیگه، شما شرط دیگه؟ گفت نمیخواد، من حرفی ندارم بزنم. حرفمو روزنامه لس آنجلس تایمز در روز یک شنبه صبح، یعنی روز شنبه خبر رو چاپ کرده که یه شنبه صبح رو دکه روزنامه فروش میتونی بری برداری یا بیارن در خونت تحویلت بدن. نوشته اونجا در لس آنجلس تایمز که اصغر فرهادی یه جایزه سیاسی رو میگیره امشب. حتی اگه فیلم مردی به نام اووه که یه فیلم سوئدیس رو هم بری ببینیم، متاسفانه ما نمیبینیم، ما اصلا با این معقوله ها قهریم. یک برخوردی داشتم دوباره با پرویز صیاد مربوط به سالهای 90 1990، همون فیلم محاکمه سینما رکس و حسین مهینی نازنین در یوتیوبری سوئد یه فستیوال فیلم درست میکرد هر سال، و در یک سال هم پرویز صیاد و فیلم سینما رکسش رو آورده بود، محاکمه سینما رکس رو که تئاتره ولی اونو به صورت فیلم درستش کرد و ویدیو کرد و پخش کرد، اومده بود با عزیزم. رفتم به سالون و وقتی که پرویز صیاد رو دیدم و سلام کردیم و نشستیم، گفت بیا اینجا بگی بشیم با هم حرف بزنیم. اون دوست فهیم من گفت من نه، من اصلا نمیبینم. گفت یعنی شما اصلا تئاترم ندیدی در ایران؟ گفت نه، فیلم فارسی. گفت این فیلم فارسی هم که مال تو نیست، این کلمه مال آقای کاوسیه، این به تو ربطی نداره. که ما همه رو تقلید میکنیم، همه رو بدون اینکه بدونیم راجبشون حرف میزنیم، بدون اینکه فیلم رو ببینیم نقدش میکنیم و اصلا نمیدونیم که سورس خبر کجاست، اولی کیست که این رو ترک کرد و چرا ما دنبال شرکت میکنیم. توی ماجرای اسکار پریشه که خودش اصلا یه داستان خنددار، سراخر هم دیدی که باز هم در انتخاب معرفی فیلم برنده بازم اشتباه کردن و مؤسسه ای که مسئول تدارک کار عذرخواهی کرد، ولی خب فضاحت بود دیگه، اشتباه صورت گرفت. اما هیچی من ندارم بگم، فقط اینه که وقتی از پرویز صیاد پرسیدم، گفت روزنامه لس آنجلس تایمز یک شنبه رو بخون که نوشته جایزه سیاسی فیلم فروشنده. همه آدمایی که فیلم رو نقد میکنن 99% چون فیلم رو ندیدن، نمیدونن اصلا موضوع فیلم چیه. من چون آقای رئیسی نازنین دیدم بارها به داستان فیلم ها اشاره کرده و خودش تعریف کرد که من سینمای شرکت نفت میرفتم،
تفریح دیگه ای نبود و ما فقط سینما می رفتیم. دیدم تو سخنانش از فیلم و اینا زیاد نقل میکنه، استناد میکنه. خواستم از آقای رئیسی امروز ضمن خیر مقدم و خوش آمد بهش ازش بپرسم که او این صحنه رو چگونه تعریف میکنه، این ماجرای اسکار و اصغر فرهادی و ایران و اینا رو چجوری گوشه ذهنش قرار داده و چه تعریف و تبیینی ازش داره. ولی پرسش خود من اینه که چرا به فوتبال، چرا به ورزش که میرسه اورا میکشی، چرا به سینما میرسه اعتراض میکنی؟ این رو در یه سخنرانی در سالهای 2000 پرویز صیاد، من فیلمش رو بارها نشون دادم، بازم نشون خواهم داد، در یه سخنرانی در واشنگتن در اون کانون دوستداران فرهنگ ایران سخنرانی کرد و یادش بخیر، روحش شاد، مرداد مشایخی که قطب گروهی است در این منطقه، قطب نماشونه در حقیقت. و الان میبینی که وقتی که مرداد نیست، همه اونا، امیر حسین گنج و همشون، همه اونا در محاق توقیفن، اصلا حرفی ندارن بزنن. حتی بیژن حکمت در پاریس هم حرفی دیگه نداره بزنه، چون که قطب نماشون از میان رفت. یادش گرامی باد، مرداد مشایخی عزیز. او اعتراض کرد، گفت آقا پس فوتبال چیست؟ فوتبال هم همینو میگی؟ و اون جواب داد که فوتبال داستانش با سینما فرق میکنه، سینما پدیده دولتی است. اما از شما میپرسم چرا وقتی به فوتبال میرسه هورا میکشی، چرا به ورزش هورا میکشی، چرا به سینما که میرسه و فیلم ندیده رو بر علیهش حرف میزنی؟ آقای رئیسی درود بر شما، سپاسگزارم بازم از همه مهر و محبتت، خوشحال میشم بشنوم فرمایش شما رو. ماجرا چیست؟ چگونه تعریفش میکنید؟ بفرمایید میشنوید. بفرمایید. بله، والا طبیعتا من کارشناس فیلم نیستم، ولی از کودکی علاقه‌مند بودم به فیلم و شایدم بیشتر فیلم های خارجی میدیدیم. به خاطر که شرکت نفت فیلم ها را مستقیم از خارج می برد، مدت ها اصلا به زبان انگلیسی پخش می شود. به همین دلیل اغلب ما که کودک بودیم یا سن 7-8-9 سالگی سینما سیار می مد، بعض وقتا که باشگاه کارگری نزدیک بود اونجا تو سالن نمایش می دادن. سالن زمستانه بود، تابستانه، و ماجراهای زیادی رو، تقریبا پرهیجان ترین بخش زندگی کودکان و نوجوانان و جوانان به اصطلاح جنوب، بخش نفت، روی حول و حوش فیلم و حواشی فیلم و پدیدهای از این دست میگذشت. به همین دلیل با کنجکاوی فیلم رو همیشه دنبال میکردیم و طوری شده بود که برخی از دوستان تخصص پیدا کرده بودن، ذهنیت هنرپیشه رو، زبان انگلیسی بلد نبودم، ولی ذهنیت هنرپیشه رو درک میکردن یا ذهنیت فیلم رو درک میکردن که الان اینو میکنه، اون انجام میده، این حرف رو میزنه و درست هم پیش میکرد. آره، خب غرق می شدیم تو فیلم. واقعا اتفاقا یکی از فیلم هایی که اون موقع تاثیر قابل توجهی روی من و هم نوار من گذاشت، فیلم معروف ماجرای نیمروز فرد زینمان بود که سالهای دهه 50، اوایل دهه 50 این فیلم ساخته شده. در این فیلم در صورت مارشال شهر، یکی از شهرهای به اصطلاح ما میگفتیم، همه چی رو میگفتیم تکزاسی دیگه، فیلم های تکزاسی میگفتیم اینا رو، همه شهر ویلکین هست که مارشال گیری چی میگن گاری کوپر هست، اونار بیشه مقتدر امریکایی،
که تا اونجا که من دنبال کردم فارغ التحصیل مکتب چخوف هست، یعنی برادر آنتوان چخوف، نویسنده نامدار روس که همون اوایل دهه 1915 اینا به آمریکا مهاجرت کرده بود، اونم مثل برادرش بسیار هنرمند بود، اونجا تئاتر به وجود آورده بود و اینا، خیلی تئاتر به اصطلاح فارغ التحصیلانش بسیار معتبر بود. یکی هم تئاتر انگلستان بود که فارغ التحصیلانش بسیار معتبر بودن، تئاتر شکسپیر که اصلا بازیگرانی مثل استر لورنس اولیویر، یک بازیگر مقتدر بود، عزیز مثل تئاتر آمد به عالم سینما. خیلی ها در صورت این مارشال یک نفر یاقی آدم کش رو سالها پیش دستگیر میکنه، به زندان میندازه و خبر میرسه که این یاقی آدم کش آزاد شده، داره برمیگرده به شهر، شهر ویلکین، و قطعا قصد انتقام داره و با انگیزه انتقام داره میاد. آوازه پیشینه به اصطلاح این قاتل یاقی چنان نامش رعب و وحشت مینداخت توی منطقه که همه تسلیم رو پذیرفتن، تسلیم در مقابل این قاتل یاقی رو. کشیش به مارشال توصیه میکرد برو ما با یه جور کنار میایم، تن میدیم به شرایطش. همه شهر، حتی همسرش که مثلا نقش همسرش هم خانم گریس کلی بازی میکرد که شهرت بزرگی داره، و بهش میگه که اون تاکید میکنه من میمانم، باید به تعهدم، به وظیفم مثلا عمل کنم، به مسئولیتی که پذیرفتم. خانمش بهش میگه میخوای قهرمان بشی؟ میگه نه، انگیزه قهرمان شدنم ندارم، فقط به تعهدم، تعهد اخلاقیم که این مسئولیت رو پذیرفتم، میخوام پایدار بمانم. کشیش موعظه میکنه، معاونش به این شرط حاضر در کنارش باشه که به اصطلاح در صورت پیروز شدن این رو مارشال شهر کنه و خودش ارتقا بگیره، درجه بگیره، بره بالاتر. یعنی باز اینجا انگیزه شخصی است، نمیپذیره. در صورت داستانم بسیار هنرپیشه مقتدری است، تا اونجا که آدم میاد یک سودی، یک آهنگی است با سود زده میشه که بعدها آقای ویگن روی این یک آهنگی میسازه جالب. و بعد لیوان کلیف که یک هنرپیشه بسیار مقتدر که نقش منفی رو خیلی عالی بازی میکنه، در صورت جزء نوچه هایی است که در ایستگاه قطار منتظره، چندین نوچه هم داره منتظرن که بیا. خب اینها به اصطلاح مردم در هول و هراس و وحشت و اینها، این یک تنه میمونه و بعد بالاخره موفق میشه که این یاقی رو بکشه. مردم میان به طرفش به قول معروف تمجید کنن ازش و اینها، اونجا مدال مارشالی رو مثلا میکنه، پرت میده جلوش و شهر میره. فقط بهشون میگه انسان برای آزاد شدن باید مبارزه کنه، برای آزادی لایق کسانی است که مبارزه میکنه، به هر کس آزادی اعطا نمیشه، یه رازن میتونه شما رو به بردگی بکشونه. پیام فیلم آشکاره، روشنه، شفافه.
ها بعدها و سالهای بعد که من مقداری به فلسفه علاقه من شدم، متوجه این امر شدم که این فیلم برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم وسترنه، فقط اون ماجراجویی و به اصطلاح چی میگم توان فیزیکی و مهارت‌های اسلحه کشیدن گاری گوپر برامون جالب بود، دیدیم نه، پشتش پیام فلسفی داره. پیام فلسفیش برگرفته از اخلاق کانتی هست، که در صورت بنیانگذار در حقیقت اخلاق مدرن هست کانت. و کسانی مثل جرمی بنتام، کانت، اینا تلاش زیادی کردن که تفاوت بین اخلاق مدرن و اخلاق دینی ما قبل مدرن رو توضیح بدن. و طبیعتاً در اخلاق دینی که خب اندیشمندانی مثل داستایوفسکی که خدا باور بود شدید و اخلاق رو تنها بر بنیاد خدا باوری می دانست و می گفت اگر خدا را کنار بگذاریم از دیدگاه ما هر کاری مجاز است. اگر با همین دید بروید توی فیلم معروف جنایت و مکافات داستایوفسکی، دقیقا این پدیده رو، این سخن رو برجسته میکنه که بالاخره اون کسی که خدا باور هست پایبند به اخلاق، و اون که خدا ناباور هست حتی پیرزن رو هم میکشه به خاطر پول. یعنی در مقابل اون تفکر فایده باور انگلیسی میسته که هرچی مفید هست درست هست. اما اگر خدا را کنار بگذاریم هر کاری مجاز میشه و روش‌های مابعدالطبیعه اندیشمندان رو درباره اخلاق و توجیه آن رو صورت میده. اما کانت در بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق گزارش رو از اخلاق ارائه میده، وصف میکنه، توصیف میکنه که دیگه لازم نیست خدا قانونگذار قواعد اخلاقی ما باشه، بلکه این عقل و خرد خود انسان هست که پایه‌گذار اونه. اونجوری که الان در کشور ما کاملا شاید یکی از کشورهای استثنایی جهان باشه که این دو اخلاق در مقابل هم ایستادن، توی هنر، ادبیات، شعر، سینما و هر عرصه ما حضور این دو تفکر رو میبینیم که طبیعتاً حکومت سعی میکنه اخلاق خدا محور رو بنیاد قرار بده و آخرین فیلمی هم که ساختن، دستگاه ایدئولوژیکشون در رابطه با، هنوز من ندیدمش ولی وصفش شنیدم، در رابطه با همین حوادث مجاهدین خلق بوده که به درگیری درونی انجام میده، شهرام رو، تقیه شهرام در صورت ترور میکنه، هم رزم سابق خودش رو و اون رو آتش میزنه و اینها. دقیقا علت اینکه این کار صورت میگیره تأکید میشه خدا ناباوری این فرد بوده. شریف واقفی صمدی لباف رو در صورت میکشه در اختلافات و جدایی هایی که درونشون هست. یا فیلم های مخمل باف موج اولش تماما بر این محور هست، مثلا زندانی رو نشون میده، زندان شاه رو، که اونایی که خدا باورن مقاومن، من به اصطلاح اخلاقی هن، و اونایی که خدا ناباورن زود زیر شکنجه میبرن. مثلا همچون موهومات و یاوه هایی رو بیان میکنه، در صورتی که بزرگترین کسانی که در زندان شاه بیشترین طولانی ترین زندان رو کشیدن، سفرخان قهرمانی هست، افسران توده ای هست، به اصطلاح عمویی هست، حجری هست، این تیپا بودن که طولانی ترین 25 سال، 27 سال، 32 سال زندان کشیدن و هیچ وقت هم نبریدن. یعنی به اصطلاح این نوع
اخلاق رو و این نوع نگاه رو، نگاه ایدئولوژیک به زن، به مسئله اخلاق، به هر چیز رو سعی میکنن تو هنرشون برجسته کنن و یک نوع اخلاق خدا باور رو گسترش بدن. اگر به تاریخ این نگاه بکنیم، شاید به اولین فیلسوفی که برسیم افلاطونه که پرسشش اینه چرا انسان باید اخلاقی باشه. این رو اولین کس شاید. البته قبل از اون زرتشت تمام آیینهاش و یا آیینش بر محور اخلاق است، رابطه بین اندیشه و اخلاق و تعهد اجتماعی و مسئولیت اجتماعی رو بیان میکنه. ولی در بعد فلسفه شاید به اصطلاح به صورت متدیکتر افلاطون این رو بیان کرده در کتاب دوم جمهوریش و مطالبش رو حالا روی این مسئله مکس نمی کنیم. اونجا هست که ما متوجه میشیم که این دیدگاهی که در این فیلم جدال در امروز حاکم هست بر پایه همین اخلاق کانتی است که مسئولیت پذیری، تعهد، منافع فردی، منافع جمعی، همه اینها رابطه های اینها چگونه است، فرد مهمتره یا جمع، جامعه مهم است یا به اصطلاح فرد، روابط حاکم بین اینها چگونه تنظیم میشه. اگر هر کس به مسئولیتش عمل نکنه خب چه فاجعه‌ای برای جامعه میتونه وجود بیاره. با توجه به این توضیحات خب نگاه ها هم به سینماگران ایرانی بر اساس این دیدگاه من بخوام برم، خب بله اولین سوالی که جلوی این هنرمندان گذاشته میشه آیا نسبت به جامعه خودتون تعهد دارین؟ نسبت به زنان، کودکان، نسبت به انسان ها، نسبت به ظلم و ستمی که میشه، نسبت به نبود امنیت جانی برای انسان که دختر جوان مهندس رو در کرمانشاه میگیرن بعد از 48 ساعت چه بلایی سری میارن، چه تجاوزی به این صورت میگیره، چه حد چه حرمتی میشه یا چه تقاضاهای نامشروع دارن بعد از فیلم گرفتن از ایشون در اون شرایط وخیم و دعوت به همکاری و ایشون رو در یک وضعیتی قرار میدن که خودکشی کنه. این آیا یه سوژه هولناک نیست؟ سوژه ستم ستیزانه بر علیه دستگاه امنیتی که باید بنابرای مسئولیتش مثل این مارشال کین در جدال نیمروز مسئولیت اخلاقی داره در قبال جامعه در مقابل تجاوزگر، یاقی، ستمگر، هر کس. این دستگاه امنیتی آیا چنین مسئولیتی رو میپذیره و با شهروند این گونه رفتار میکنه؟ و یا وقتی که امروز توی این دنیای مجازی میگردم ببینم که شهرداری تهران با ماشین روی بس گورخوابا، گورخوابا نه کارتون خوابا، حمله بر میشه و به طرز فجی و باور نکردنی کودکان رو به پاسبانهای شهرداری یا اون نیرو انتظامی که دارن کتک میزنن. جرم چی هست؟ کارتون خوابی؟ کی این وضعیت کارتون خوابی رو به وجود آورده؟ آیا مادرزاد کارتون خواب بودن اینا؟ یا این جامعه ستمگر و ظالم و به اصطلاح که اخلاق فروپاشیده شده درش، اخلاق از بزرگان فروپاشیده، این در بزرگان این اخلاق فروپاشیده که نسبت به مسئولیتی که داره شهرداری وظیفت هست این مشکلات شهر رو، یکیش گورخواب، کارتون خواب، زیر پل خواب، نه مسئولیت پذیرفتی باید اینا رو حل کنی، نه اینکه کتک بزنیم بی همه چیز. اخلاق فروپاشیده، یعنی اخلاق سنتیشون که عمل نمیکنه. اخلاق سنتیش چجوری است؟ نماینده مجلس بی وجدان و بی شرم با کمال وقاحت میاد مسئول بهداشت، چی میگن، کمیسیون بهداشت مجلس هم هست، با کمال وقاحت و بی شرمی باور نکردنی
میگه مشکل شرعی نداره که از کسی از گرسنگی کلیهش رو بفروشه. خب من متاسفم برای رای دهندگان، برای اینکه کسی که رای میده به چنین عناصر فاسد و پلیدی که نسبت به انسان اینگونه رفتار میکنن، حرف میزنن با گستاخی و وقاحت، من فکر میکنم اون رای دهندگان هم مسئولن. مسئول بیشرمی ها هستن، مسئول این بی اخلاقی ها هستن، مسئول ستمگری ها هستن. فقط وظیفه تو اینکه ماشین رای بشی نیست که، وظیفه تو بازخواست از این نماینده هم هست. به وظیفت وظیفه اخلاقی عمل کن، یا رای نده، مجبورت نکردم، یا اگر مجبورت هم کنن مقاومت کن، مخالفت کن. خب اینجاست که مشکلات اوج میگیره، یعنی درس باور نکردنی کشور دچار یک شیزوفرنی عجیب میشه. ملت ایران، من این فضا رو دیدم. خلاصه به این کسانی که این خانم انوشه گرفته این جایزه رو به اصطلاح گرفته، یا آقای که در ناسا کار میکنه، رکیکترین فوشا رو دیدم بشون دادم. باور کردنی نیست. ولی آره، این فروپاشی اخلاق تو اپوزیسیون هم هست، تو همه جاست که لقب فاحشه به این بانو دادن. بانویست به اصطلاح متکی به خود، دارای اعتماد به نفس بالا، بانویست که در صورت این جسارت رو داشته، جسارت یک فضانورد رو داشته که به فضا حرکت کنه، دارای شهرت جهانی شده. از یه طرف در خارج کشور فحاشی بش میکنم، از یه ورم در داخل آقای مطهری گله میکنه که چرا آقای فرهادی به اصطلاح به کسی مراجعه کرده که روسری سرش نیست، حجاب اسلامی رو رعایت نکرد. من میگم ملت دچار شیزوفرنی شدن، نمیدونن در کدام فضا و در کدام مکان حرف میزنن، همه تو کلن، تو تاریکی هن فلان. حالا چرا اونا فوش میدن، چرا توهین میکنن؟ فیلم هم ندارن. ببخشید که کلام شما رو قطع کردم. اگه به اینجا ختم میشد داستان رو میشد بپذیریم. بعد دنبال جایگزین میگرده، میگه به جای فیروز نادری یا به جای انوشه انصاری مثلا شما شهره آقداشو بروز وسوقی رو میبری. اصلا نشون میده که نمیدونه که ماجرا چیه، چرا این دوتا انتخاب میشن، چرا. بعد اون میگه برو دنبال شهره آقداشو و نمیدونم بروز وسوقی. من نمیدونم، بگین شما، ما بشنم. من احترام میذارم به این نام ها، به خصوص آقای پروین صیاد رو که گفتی، خیلی من علاقه مندم به ایشون، چون انسان شریف وقتی که به اصطلاح کلی درس خوند و کلی به تئاتر مدرن مسلط شد و مسائلی از این دست، وقتی اومد ایران فکر کرد اونا رو میشید پیاده پیاده کنه، ولی دید نه، جامعه بسیار عقب مانده تر از اون است و بسیاری از عقایدش رو از زبان صمدها بیان کرد که هنوز هم این شخصیت ماندگاره و تاثیرگذاره و هنوز هم من تقریبا کمتر روزی است که به اصطلاح دوستان آشنایان اینا یه نقل قول از صمدها نیارن، این حضورش هنوز استمرار داره و دید داره و به درستی مطرح کرد که رژیمی که با سینما ستیزی از قبل از انقلاب آغاز کرد و سینما را هم ردیف فاحشه خانه می دانست و سینما ستیزیش هم تا جای پیش رفت که سینما های متعددی را آتش زدن که اوج این جنایت در سینما رکس آبادان به اصطلاح چیز شده،
گرایش مثبتی به هنر نداره. اگر نگاه بکنی اول انقلاب مثلا تمام این جنابندی هایی که بعد ببینیم متحد بر علیه دگراندیشان بودن، تقریبا میشه گفت هنر دست دگراندیشان بود، نه دست درباریا بود، نه دست کسانی که خیز برداشتن برای به قدرت رسیدن. مورد اصلا نداشت، وجود نداشت. جرات میگم توی عالم شعر نام های بزرگی مثل شاملو بود، مثل ابتهاج بود، مثل نادرپور بود، اخوان سالس بود و و و و و ده نام بسیار قدرتمند. تو عالم سینما انسان های متفاوت وجود داشت، در بخصوص کارگردان ها، در سناریو نویسا مورد مذهبی توش وجود داشت، در صورت نام های بیزایی ماندگاره، نام های مثل جناب بیزایی یا کسان دیگه در زمینه سناریو نویسی مثل آقای سایدی که فیلم گاوش مثل تو همین فیلم اخیر فروشندم در کلاس مدرسه، این آقا که هنرپیشه معلم هست در سر کلاس میپرسن از شیرکه شاگردا، آقا دست بلند میکنم یا آقا آدم چجوری گاف میشه، اون دوستش به شوخی میگه خب نگاه خودت بکن همه جوری که شدی دیگه، بعد معلم میگه آدم به مرور گاف میشه. جامعه ما همین جوره است، یعنی ما میبینیم موج اول تمام هنرمندانی که در عرصه تئاتر، سینما، شعر، ادبیات، رمان همه اینا هستن، تمام یا فراری داده میشن یا کشته میشن، دستگیر میشن، به انزوا کشانده میشن، مرعوبشون میکنن که دیگه آخرینش دیگه داستان همین جمع کردن اینا تو اتوبوس و فرستادنشون به قهر دره. یعنی اینا در ضدیت یا کشتار هنرمندان مستقل همیشه بی‌پروا عمل کرده. الان این به اصطلاح دعوای درونی خودشون است، یعنی جناب آقای به اصطلاح سناریو نویس ما این فیلم و اینها طرفدار اصلاح طلب ها هست یا توی چارچوب قرار میگیره و یه جناح دیگه هم به سرپرستی دهنمکی و اون یکی دیگه سردار سپاه منتقد فیلم هم بوده، اسمشون هم ماشاءالله آدم یادش میره، دهن الله کرم، جنرال الله کرم، یه جناح اونا هستن، یه جناح این هستن، یعنی بخش مکتبی ایدئولوژیک، بخش منعطف‌تر که اینها به قول خودشون جهانی فکر میکنن و یکی از دلایل استقبال این فیلم یا فیلم های از این دست در چیزهای بیرونی این است که یک مابعضای بیرونی داره این تفکر. مثلا فیلم فروشنده خب سناریوش از آرتور میلر است، فیلم قبلیش هم باز سناریوش از خارج میگیره و گرفته شده، یک نوع تفکر جهان شمول توش هست خب، که باب مزاج به اصطلاح هنرمندان جهانی گرا هست. تا اینجاش هیچ اشکالی نداره، انسان باید جهانی هم فکر کنه. نگرانی از اینجا شروع میشه که اون تفکر جهانی گرا که دائما روی این مسئله که آقا جهان یه دهکده است، دهکده است، بالاخره کد خدای این دهکده کیه؟ از قبل تعیین شده آمریکا کد خدای این دهکده، این تو این دهکده
حریم های وجود داره یا نه، یعنی مزرعه های وجود داره که مالکیتش مال حسن علی و حسین علی و چراغ علی است نه، ملک مشاه کردن جهان رو، نه مالکیت هم نباید باشه، یعنی کشوری به نام ایران نباید باشه، کشوری به نام ترکیه نباید باشه، جهانی شده آقا، دهکده شده. اینجاست که نگرانی من آغاز میشه که این آنگراندیسما کردن ها میتونه پیامدهای بعدی برای جامعه داشته باشه که تحت عنوان چند فرهنگی و مرزدایی از کشورها و حسب دولت ملت ها در جهت تحقق ایده جهانی شدن عملا اون کانون های اصلی قدرت، ثروت ها دستشون، ارتش ها دستشون، قوانین بین المللی دستشون، ابزار کنترل جهان دستشون، فقط سعی میکنن ملت های دیگه رو خل اصلاح کنن، خل اصلاح فرهنگی، خل اصلاح ایدولوژی، خل اصلاح بساز نظامی، خل اصلاح اقتصادی، همه اینها اینجا خطر شروع میشه. با توجه به این که به اصطلاح این پدیده رو ما در منطقه به خوبی مشاهده کردیم، من تا حالا در این زمینه حداقل این فیلم پشتش نیروهای ضد ترامپ هم کاملا مشهوده، یعنی برای خونسا کردن سیاست های ترامپ که به شدت هم نابخردانه هست و به شدت هم ضد ایرانی است، با توجه به اینکه خب هر احمق نادانی متوجه این امر هست که اگر شما مسئله تروریسم در آمریکا برای تو حساسیت برانگیز هست و اون خودفروختگان ایرانی که رفتن پشت طرح ترامپ، اگر اینا واقعا حساسیت ما هم هست، 11 سپتامبر یک امر کثیف بوده، ماد مجازات بشه کسانی که پشت این قضیه بودن، اون کی هست؟ حداقل تمام علائم و نشانه ها دست ICI پاکستان هست، چون مثلا فرمانده کل بسیار نیروهای امنیتی پاکستان 9 سپتامبر نیویورک بوده، پول رد بدل کردن 100,000 دلار به همین طراح اصلی، فرمانده اصلی 11 سپتامبر، از سفارت عربستان، از یک بانک سودانی این پول منتقل شده، یه تحت کوشش سیستم های که شرکت های عامل منفعه عربستان، چون 90% پول های عربستان برای تزریق به تروریسم و وهابیگری و اینها از طریق همین شرکت های عامل منفعه است، خود دولت فول نمی کنه. خب اگر شما میخواین با تروریسم مبارزه کنید، ما هم با تون موافق هستیم، اول از همه در لحظه لیست عربستان باید قرار بگیره. چجوری هست؟ و تازه شما میخواین با جمهوری اسلامی درگیر بشید، چرا تمام ایرانی ها را تو لیست بردی؟ در صورت این پیام آشکاری بوده به جامعه آمریکا و فرصت بسیار خوبی بوده در این به اصطلاح مراسم اسکار که بیش از 1 میلیارد بیننده داره، پیام کوتاست حداقل به مردم آمریکا تفهیم بشه، ایرانی میاد اینجا میره ناسا، ایرانی اینجا میاد فضانورد میشه، ایرانی اینجا میاد دکتر میشه، ایرانی نمیاد تروریست میشه. این پیام بسیار خوبه. و محافل جنگ طلبی که میخوان افکار عمومی آمریکا و جهان غرب رو مساعد کنن برای تجاوز، حداقل این کار بسیار مثبت بود. تا اینجاش من موافقم. ولی اگر به اصطلاح این امر به مشروعیت بخشی به سیستم ولایت فقیه و مشروعیت بخشی به ظلم ستم هایی که در داخل میخواست صورت بگیره به این کانال بره، به نظر من، یا به اون تفکر به اصطلاح خرافی عقب مانده بخواد کمک کنه که این هنرپیشه عزیز ما در فرانسه این جایزه رو هدیه میکنه به ملت ایران، وقتی که میرسه به تهران جایزه میکنه به چای جمع کردن امام زمان. این شیوه ها اتفاقا تو این فیلم
یکی از محورهاش این است که انسان ها چند شخصیتی هستن. این جالبه، طبیعه توی حکومت های دیکتاتوری انسان دو شخصیتی یا چند شخصیتی میشه، یه شخصیت حقوقی داره، یه شخصیت حقیقی داره، یه شخصیت درونی داره، یه شخصیت بیرونی داره. چرا که شخصیت درونی و واقعی خودش رو بروز بده با زندان سر کله باید بزنه با خیلی واقعیت ها. و به همین دلیل هست که انسان در حکومت دیکتاتوری به خود سانسوری که بدترین نوع سانسوره کشیده میشه. حالا اگر فرصت شد این خود سانسوری هایی که هنرمندان ما مجبورن تنبش بدن تا اجازه انتشار بگیرن یا مجوز فیلمنامه بگیرن، این بدترین صدمه رو به خلاقیت هنری در یک کشور میزنه که فضا رو طوری به وجود بیارن که ناچار بشه هنرمند، سناریو نویس، هنرپیشه، داستان نویس به خود سانسوری کشیده بشه. و این فضا قطعا توی مملکت هست و در این فیلم به اصطلاح این پدیده رو ما باش روبرو هستیم. و یا تفکری که در مورد زن هست و یا زن ستیزی و یا مردسالاری فلان، اشاره نمیشه که این ربط الزامن به جامعه فقط نداره. یعنی بگیم همه گناهان زن ستیزی رو بندازیم گردن جامعه، گردن مردای ایرانی و نریم روی مسئله که این 40 سال، نزدیک 40 سال همینطور زن ستیزی رو در زمینه حقوقی، در زمینه سیاسی، در زمینه زیبایی شناسی، در زمینه هنر از بالا از تزریق میشه به جامعه و در مدارس، در کودکستان ها، در همه سلسله مراتب آموزشی کشور این زن ستیزی مهار ناپذیر و بسیار وحشیانه از طریق دستگاه تزریق میشه. و توضیح دادن به این مطلب که این فقط به اصطلاح کار جامعه است، یک مسئله فرهنگی است، عقب ماندگی فرهنگی است، این توجیه پذیر نیست. اما در بعد به اصطلاح اون صحبتی که میکردم، جالب اینجاست که آقای فرهادی به اصطلاح هزینه های تولید فیلمشو قبلا یه مؤسسه آمریکایی داد و این فیلم رو، فیلم فروشنده رو، جایزه فیلم غیر انگلیسی زبان 88مین مراسم اسکار رو که دریافت کرده، به اصطلاح مؤسسه قطر یا فیلم دوحه، انستیتوی فیلم دوحه پرداخت کرده که در رأسش خواهر امیر قطر است که سعی میکنه قرائت متفاوتی از اسلام رو مطرح بکنه که مطلوب غرب است. اگر هم دقت بکنه پشتش یه سری اهداف خوابیده. میبینیم که مراسم اسکار اینجوری است که در این میبینیم که بیش از برگزاری مراسم اسکار دو مرحله مثل که صورت میگیره. شما که اونجا هستید شاید بهتر از من بدونید. رقبای اصلی این فیلم هم اووه از فرانسه بوده، نرودا از شیلی بوده، خوایتا از اسپانیا بوده و همه اینها به طرز غیر قابل فهمی هست شدن هم تو رقابت اولیه. و بعد میبینیم که این انسیتوی فیلم دوحه که سرمایه گذار این فیلم بوده باعث شده نام فروشنده تقریبا بی رقیب یا کم رقیب با حضور یک رقیب به نام تونی هارتمن به میدان نهایی برسه. و جالب اینجاست که اغلب این که معذرت میخوام کلام شما رو قطع میکنم، اتفاقا تو این فیلم سوئدیه که مردی به نام اووه هست، یه آدم پیرمرد، اونجوری که من راجبش خوندم، من اصلا فیلم رو ندیدم ولی اونجوری که راجبش خوندم یه پیرمرد سوئدیه و از اینکه خارجی ها اومدن و اینا زیاد دلخوره خلاصه، و یه همسایه نقل مکان میکنه به محل این زندگی این و
تصادفاً در دست هالیوود، تصادفاً زن این خانواده سعودی که موف کرد اومد تو، اومد نقل مکان کرد به محل خیابونه همین جایی که کوچه اووه زندگی میکنه، ایرانیه. و باز اون زن است که ایرانی است به عنوان ایرانی مهاجر فلان که اثر میذاره روی اون مردی که خارجی ستیز بوده یا از خارجی ها خوش نمیده و داستان بر اساس این حرکت میکنه. میخوام یعنی بگم یه چیزایی بالاخره در اون تقارن هایی هم وجود دارد، همین تقارن، حرف دیگه ای نیست. بفهم بخشید، صدای شما رو نداریم یه لحظه، ایزه بدین آقای رئیسی. بله بفهم دایم رو امیدوارم داشته باشید. عرض کردم به سماره مارن اوده، کارگردان فیلم تونی اردمن، رقیب اصلی فروشنده در اسکار 2010 بوده. همه میگفتن اسکار حق این فیلم بوده و ازش میپرسن، میگه، جواب میده باید فروشنده اسکار میگیره. ارزش حمایت از یک تفکر بیش از حمایت از یک فیلمه. خب همونطور که من شروع صحبتم بودم، چه تفکری هست که برای هالیوود، برای اون بخش غرب بسیار پر اهمیته و چرا مرکز سرمایه گذاری رو این نوع تفکر در دوحه هست؟ ببینیم که به اصطلاح فیلم هایی که از این مؤسسه مورد حمایت واقع شده، هزینه داده، مورد حمایت واقع شده، اغلب میرن توی جلی اسکار. محمد رسول الله، ساخته مجید مجیدی، آدم کش از تایوان، کبوتر روی شاخ نشست، برنده جایزه اول جشنواره ونیز، نه از گردونه اسکار حذف میشن، تا تولیدات بسیار ضعیفی مانند یه فیلم بکنم نائب از اردنه، مستنگ از ترکیه به مراسم اسکار برسن و پیش از اونم فیلم تنبکو از موریتانی است. یعنی همه میبینیم تم اسلامی است. در حقیقت این دور چارچوب جهانی هست که به اصطلاح دموکرات های آمریکا، نو لیبرال ها، اینها اغلب معتقد هستند که میبایست اسلام لیبرال رو در مقابل اسلام محافظه‌کار علم کرد، یا جوامع اسلامی رو سعی کنیم دو شکل کنیم، برای اینا رو در مقابل هم قرار بدیم، یا با تقویت این جناح که غربگرا هست ما چیکار بکنیم، با حمایت از اینا رو به نیروی مسلط تبدیل کنیم. همین سیاست رو در ترکیه به کار گرفتن که از جنبش های اسلامگرا در مقابل جنبش های سکولار اول حمایت کردن و اربل آربکان آوردن، بعدش اردوغان آوردن. همین تفکر رو در مصر پیاده کردن که از جناح اخوان المسلمین که به قول خودشون آقای مرسی تحصیل کرده آمریکاست، ریش داره ولی کراوات هم میزنه و در صورت گرین کارت آمریکا هم داره، در مقابل بخش سکولار که بیشتر فمینیست هستن، کمونیست هستن، سوسیالیست هستن، ناصریست هستن، نظامیان هستن، حمایت کردن. همین بازی رو در تونس کردن، همین بازی رو در لیبی کردن، همین بازی رو در سوریه کردن، که در مقابل دولت سکولار اونجا این جریانات اسلام گرار. بعد آمده مرحله دوم، اسلام معتدل، اسلام رادیکال، که الان در سوریه روی اسلام معتدل یا تروریست های معتدل سرمایه بود. این شیوه شون است. توی این چارچوبه من فکر میکنم که
اون بخش جهانیگرا در آمریکا الان با یک معضل روبرو شده که بخش ملیگرای آمریکا، حالا اسمش ملیگرا بذاریم، ناسیونالیست بذاریم، شوونیست بذاریم، فاشیست بذاریم، در صورت این تقابل رو کاملا میشه در آمریکا دید. و در برخورد اینها با مسئله مذهب و اسلام تفاوت هست. اونها اون جناح بسیار کلان دو قدرت هست تقریبا بدون درجه بندی کردن، تفکیک کردن یا به قول من به جناح بندی های مختلف تقسیم کردن یه پارچه عمل میکنن و از دل اون جنگ تمدن ها میاد. یعنی کاملا مشهوده که به اصطلاح آقای بنن مشاور یا ایدولوژ اصلی کاخ سفید تقریبا متأثر از اندیشه های هانتینگتون و خود اونم متأثر از اندیشه های برنارد لوئیز که جنگ تمدن ها را در کلیت اسلام میگه با کلیت غرب، با دنیای مسیحی در تضاد است. ولی اون جناح تفکیک میکنه و سعی میکنه این مسئله رو دو مرحله ای بکنه. با عضوگیری خوبم کردم تو ایرانم، عضوگیری خیلی قوی کردم. همین دو جریان برجام به این نوع افراد یا منتسبین به این نوع تفکر به قولی میگن 2800 تا گرین کارت هدیه کردن یا پیوندهای تنگاتنگتری دارن با هم. یعنی این دو جناح رو کاملا میشه گفت که یارگیری های خودشون هم کردن. ولی این جناح نوپا عقب مانده ترین ذهنیت ها را جذب کرده. یعنی این جناح آقای ترامپ عقب مانده ترین نوع ایرانی را جذب کرده. اون جناح تونسته در صورت توی نویسندگان، متفکرین، آدم های اهل فن، اهل سخنوری، اهل هنر نیروی قابل توجهی رو جذب بکنه. ولی این جناح آقای ترامپ دار دستش در سوی بچه کم سواد عربدجو یا به گوی که بیشتر حتی بلد تبلیغات هم بلد نیستن، جنگ روانی را میندازن رو به خودش جذب کرده تا حداقل برای اساس ادعاهایی که خودشون میکنن. من شناخت نزدیکتری ندارم در اونجا، ولی در شما اون چیزی که نماد بیرونی پیدا کرده و رسانه ای شده این تصویر میتونم ارائه بدم. با توجه به اینها من فکر میکنم که جامعه باید نسبت به هر دو خطر و هر دو تهدید هوشیار باشه. یعنی اون تفکر ایرانگرا که میخواد ایران حفظ بکنه، این دو نوع تفکر تهدید به حساب بشه. یه سری تهدید آرامه خزنده است، یه تهدید قریان و پرخاشجو و تهاجمی و اینهاست که مثلا راحت میره با چیه عربستان هم متحد میشه، آرق آریایی میکشه اینا، مثل آقای دکتر سکویی دائما خون آریایی از بدنش میزنه بیرون، ولی با راحتی و بی قول معروف هویتی عجیب یمن رو حیات خلوت عربستان میدونه و بهش وقتی میگن آقا یک کشور مستقل حیات خلوت عربستان نیست این، یا همسو میشه با نیروهای برانداز در سوریه چون خواست آمریکایی است. یعنی اینها جامعه ما متاسفانه این گونه است که دچار شیفتگی های بیمارگونه میشن انسان راحت. یعنی یه عده ذوب میشن توی ولی فقیه، یه عده ذوب میشن توی ترامپ، یه عده ذوب میشن توی خانم کلینتون، یه عده ذوب میشن توی مسعود رجبی، یه عده ذوب میشن توی آقای رضا پهلوی. حالا هم توی همین برخورد با همین به اصطلاح فیلم فروشنده جناب آقای قبادی باز ما ببینیم که یه طرف نفرت مطلق، یه طرف شیفتگی، یه شیفتگی و خودباختگی میبینیم تو موزگیری ها، یه طرف دیگه مثلا یک نفرت تمام عیار، تعادل نداره جامعه. جاها بیاد تأثیرات مثبت این حرکت رو ارزیابی کنه، تأثیرات احتمالی منفی اون رو پیش بینی کنه و حساسیت رو در جامعه به وجود بیاره
که نسبت به طرحهای این جوایز خارجی یه مقداری هم حساس باشیم ما. مثلا اگر بروید اسناد سفارت رو بخوانید که تقریبا من 89 جلدش رو با دقت خواندم و اینا، یک چیزی برای من جالب بود که در نامه‌نگاری هایی که از تهران به واشنگتن صورت می گرفت، اظهار نظر در مورد شخصیت ها، روی حتی خودخواهی های افراد حساب باز کرده بودن که چگونه این خودخواهی ها رو تقویت بکنیم. مثلا در مورد آقای بنی صدر اظهار نظر کرده بودن که ایشون یه خودشیفتگی خودخواهی های ویژه‌ای داره. مضمون گزارش این بود که ما باید زیر بغل ایشون هندونه بذاریم، خودش بزرگتر از آن چیزی که هست احساس کنه تا از این طریق بتونه در تقابل با اون قضیه قرار گرفته، و عملم شد. دیدیم همین کار صورت گرفت. یعنی اینجا وقتی که غربی ها بر اساس مصالح خودشون، البته اینجوری هم نیست که هالیوود بی در و پیکر هست و حریمش هنرمند اونجا نشستند و به اصطلاح وجدان آگاه جامعه هستند و اینا از روی علاقه، احساسات، عواطف یا برداشتهای فلسفی سیاسیشون میرن فیلم میسازن، همچون چیزی اصلا بی‌معناست. ده ها نمونه من میتونم فیلم های را متذکر بشم که پروژه های از قبل تعیین شده توسط CIA، توسط پنتاگون برای اهداف معینه. به عنوان مثال وقتی که آمریکایی‌ها در جنگ ویتنام آبرو باخته خارج شدن، تا جایی که سربازانی که از جنگ ویتنام برمیگشتن توی بنادر آمریکا مردم با تخم مرغ گندیده و اینها بهشون میگردن، بهشون انگوش میده قاتل قاتل بهشون میگفتن، و چون که ابعاد پنهان جنگ از طریق رسانه های جهانی برملا شده بود و این اعمالی که به اصطلاح ستوان کالی ها کرده بودن که کودکان رو دو دیکده به رگبار بسته، 400 تا کودک و زن و بچه رو کشتن تحت عنوان ویتکون، یه همچون صحنه هایی یا صحنه های بمباران های فجیع ناپالم نات به اصطلاح آمریکا که تو جاده هوشیمین دختران اوریان برهنه سوخته دارن فرار میکنن با بدون لباس، صحنه های تکان دهنده است. یا اون اسر رئیس پلیس سایگون هفته رو گذشته تو شرقه ویتکون که همونجا شلیک میکنه، همین صحنه رو آقای مخمل باف تو میدان فردوسی رو خود من پیاده کرد، همین صحنه. یعنی این شیفتگانه به قدرت به اصطلاح چنین جنایت هایی را همیشه خلق میکنن، و چون آمریکایی‌ها دیگه نمیتونستن افکار عمومیشون رو، تظاهرات نیم میلیونی بر علیه جنگ ویتنام صورت میگرفت در خود خاک آمریکا، خب دیگه نمیتونستن دخالت های خارجیشون رو توجیه حقوق بشری و اینجور چیزها بکنند، خب مجبور شدن به هالیوود پناه ببرن. این آقای کی هست؟ رینگو به اصطلاح رفتا جلو، زیبای اندامه، یه سری فیلم های جنگ سردی را انداخت که یکی از فیلماش من دیدم، این رفته به ویتنام، قهرمانی است با بازوهای ستب. فیلم های آمریکایی همیشه اینجوری است که جمعگران نیست، فیلم های کارگریش هم که ساختن همینجوریه. مثلا یکی از فیلم هایی که خیلی علاقه من بودم بهش در بارانداز مارلون براندو است. خب اونجا ما میبینیم که اونجا به اصطلاح اتحادیه کارگری دور زده میشه، به این فرد بر علیه اتحادیه فاسد یک تنه قیام میکنه. یعنی این رویه همیشه توی آمریکا از قهرمان، یه نفر قهرمان بشه، جمع قهرمان نمیشه، سعی نمیکنن اتحادیه رو قهرمان کنن، سعی نمیکنن کار جمعی رو چیز بکنن. توی همین فیلم هم باز این رویه یک قهرمان آمریکایی رو میبینی. اسمش چی بوده این فیلم؟ به اصطلاح معروف هم هستی که بعضی وقت یادم میره، میره ویتنام، در صورت اونجا تصویر میکشه برای نجات کودکان، زنان، رفته ویتکونگا موجودات خطرناکی هن و الاخر. یا فیلم کلا سبزا رو نگاه بکن، در بوی جنگ ویتنام که موج نارضایتی بر علیه جنگ در حال افزایشه، این جانوین کله خر
به قول معروف در نقش فرمانده کلا سبزا عازم ویتنام هست با برای عملیات ویژه. یک خبرنگار معترض به جنگم فکر میکنم دیوید جانسون اون کی بود، مرد فراری، سریالی بود مرد فراری، اون نقشش بازی میکرد که معترضه و این میره اونجا اینقدر جنایت های ویتکانگار که میبینه دیگه از اون حالت اعتراض خارج میشه، خودش هم اسلحه میگیره. از این فیلم های تبلیغات ارزان قیده برای عوام و عقب ماندگان ذهنی تا یه جنگ کثیف رو توجیه بکنه و یا دخالت تو افغانستان رو باز با همین فیلمه میبینیم که داره اتفاق میفته. و اتفاقا بعد از اینکه این فیلم رو ریگان دید، اولین کسی که دست زد ریگان بود، چون دید گیشه ها پر شد از این قهرمان جنگ ویتنام و گفت موج ضدیت با جنگ ویتنام را سر گذرانده، یعنی دوباره میتونیم حالا تعرضی بگیریم که اولین تعرضاتش هم همون جنگ ستارگان بود که به اصطلاح با آمدن ریگان را انداختن و اتمی کردن یا چی میگن به قول معروف فضا رو اتمی کردن و مسئله از این دست وجود اومد که منجر به افزایش بودجه عظیم نظامی شد در آمریکا. با توجه به این توضیحات من فکر میکنم که نقش هالیوود رو کاملا میتونیم بفهمیم که بی‌طرف نیست. البته من فیلم های بسیار با ارزشی هم از هالیوود دیدم و دوران هایی بوده که هالیوود نقش بسیار عالی بازی میکرد قبل از جنگ سرد و قبل از آمدن مک‌کارتیست تو آمریکا، هنرپیشان محبوبی محبوب جهان مثل چارلی چاپلین بودن که فیلم هاشون همه ضرب ستیز است. همه به اصطلاح فیلم های اون نگاه بکنید بر علیه به اصطلاح پلیس ها یا زورگویانی که از قدرت سوء استفاده میکنن و مقابله میکنن، و یا عصر جدیدش که فوردیزم رو یا این مکتب جدید به اصطلاح استثمار رو با زیبایی هرچه تمامتر ترسیم میکنه. مک‌کارتیز کاری کرد که شعبه در هالیوود درست کرده بود، کمیسیون تحقیق، هر کس اون موقع بار روشن فکری داشت یا سوسیالیست بود یا تفکرات اومانیستی داشت، تفکرات ترقی خانه داشت، اینا رو همه میگفتن کمونیست، بلشویک، طرفدار شوروی. و چارلی چاپلین هم به لیست سیاه این گروه پلید قرار گرفت که اون موقع میگن به اصطلاح افرادی مثل همین تیپای جان وینی به قول معروف به طرف دو کمیسیون ها بودن که اون طرف رو میزنن. یه طرف ما جان وینو داریم، یه طرف هم مارلون براندو رو داریم که در رابطه با سرخپوست کشی هایی که توی فیلم های جان وینی و امثال هم فراوان بود، جایزه اسکارش رو یک زن سرخپوست میفرسته جایزه اسکارش بگیره که فلان. و یا چارلی چاپلین مجبور به مهاجرت میشه به انگلستان و برای اسکارش هم اصلا تمایلی نشون نمیده با آمریکا سفر بکنه. و اتفاقا تو اوج جنگ سرد هستیم، روسان هر روز یا هر هفته هواپیمای ایرفلوت که لندن می نشست، می دونستن چارلی چاپلین علاقمند به خاویار هست و تمام چیزشو روسا می دادن، هر هفته هدیه براش می بردن به اصطلاح اینجوری عمل می کرد. یعنی هالیوود هم اینگونه سالم و پاک نیست و بی‌طرف نیست. البته من به عنوان مثال میگم اندیشه های میشل فوکو رو که در زمینه قدرت نرم است و مثل تعریف جالبی رو از قدرت ارائه میده، اتفاقا با بیشتر با فیلم های هالیوود تونستم این معنی رو بیشتر درک بکنم و خیلی قشنگ به صورت فیلم از زندان های آمریکا که فیلم های تو این زمینه داشتن خیلی قشنگ اون چی میگن کنترل همه جانبه انسان، نظم بورژوایی که نظم لیبرالی که میگن چگونه با انضباط توامه، چگونه در مدرسه، در دانشگاه، در بیمارستان، در تیمارستان، در زندان ها این نظم رو چیکار میکنن
نظمی به اصطلاح به وجود میاره که یک نوع آگاهی کاذب به قول مارکس به وجود میارن که این نظم بهترین نظمه، در صورتی که تمامش بر کنترل و مسائل از این دست کاملا استوار هست. و یا فیلم قله حیوانات رو آدم میبینه، و یا فیلم های کارگری مثلا من از هالیوود دیدم، در صورت تعداد از این فیلم ها مثل ماتوان، نمک زمین مال هربرت بابرمن، نورمال رای مارتین ریت هست که سالهای 53 یا تا 79 درست شده، در رابطه با مسائل کارگری است، مقاومت کارگران در شکل اتحادیه‌ایش است. و فیلم نویس غالب در هالیوود شدیداً در تضاد با اون تغییر اجتماعی قرار میگیرن، البته چون این مرحله، مرحله دوم که مرحله تغییر اجتماعی است، اینجا چیز میکنه، ولی مبارزه کارگران رو خیلی قشنگ توضیح میدن. یه فیلمی بود که الان بر خود رو خوردت رو من اولین بار که تو تهران در سینما پارلمان تودیا سینمون بود، شون کنری بازی میکرد در رابطه با همین اتحادیه کارگری. فیلم بسیار بسیار تاثیرگذار بود که روم موج رو جنبش های کارگری ایران، این فیلم یادم میاد بسیار تاثیرگذار شد که یکی از فیلم های تاثیرگذار اتحادیه بود. یا شعله های آتش مارلون براندو بازی میکرد، خیلی قشنگ بر علیه استعمار انگلیس بود. و اتفاقا من اولین روزی که رفتم به سینما، مردم وقتی خارج میشدن از خروجی شعار مرگ بر انگلیس میدادن که خیلی به شدت تحت تاثیر فیلم قرار گرفته بودن. یعنی این جنبه ها رو ما میبینیم، جنبه های مثبت، جنبه های تاثیرگذار، جنبه های مانیستی، ولی اون جنبه هم کاملا میبینیم که برای توجیه جنگ ها همواره چیکار میکنن، پنتاگون و یا CIA و یا دستگاه دولت سفارش میده هالیوود براشون میسازه، مثل همین فیلم بدون دخترم هرگز، کاملا یه فیلم سفارشی ساخته شده بود که ایرانی ها را، نه حکومت رو، مردمی زن ستیز و به اصطلاح بد نشون بده. و اتفاقا تو فیلم، این فیلم آقای فروشنده هم تلاش خفیفتری از همون رو من میبینم که مردای ایرانی رو به اصطلاح سعی میکنن تجاوزگرد معرفی کنن. یک دیالوگی در تاکسی از آقای حسینی هنرپیشه، کنارش یه زن نشسته، خیلی اصلا بیتفاوت نگاش به بیرونه، کاری هم به زنه نداره، ولی خب اینا توی تاکسی سه تا پشت میشینن، این زنه اعتراض میکنه آقا خودت مثلا نچسبون یا اذیت نکن، دوبار میگه، بعد سوم میگه، این جوانی از جلو نشسته میگه تو میتونی بیا عقب من برم جلو. یعنی اینجا یه تصویری رو ارائه میده که گویا تمام مردای ایرانی بیمارن هستن، که گویا به اصطلاح آزار زن و اینها جز وجودیشون هست، که البته این گونه نیست، من باورم این نیست که این تصویر عمومیت داشته باشه، گرچه میدونم ده این 30-40 سال اخیر به طور سیستماتیک و منظم، هم از طریق چی میگن دستگاه تبلیغاتی حکومت، سیستم حقوقی حکومت و همه اینها، ما با شاهد یک نوع مرسالاری بیمارگونه، تجویز اون و تحقیر زن و توهین به زن و پایین آوردن مقام زن به طور سیستماتیک میبینیم. توی ادبیاتشون هم وقتی نگاه بکنید میبینید که به اصطلاح از زبان زنا، زن رو جسمش منفوره، زن تجسم گناهه، هیچگاه تجربه اروتیکی و داستانهای اسلامی در اجازه نمیده که داستان اسلامی این تجربه اصلا بازتاب پیدا کنه، بوسه، رمان‌های معروف سانسور میشه، بخش‌های طول بزرگش مثل میلان کندرا اینا. و وقتی که خب پرسیده میشه چرا مثلا اونجا مثلا بوسه توش بوده، حالا تازه تفکر عرفانی هم داره، لذت جنسی فقط برای مرد معنا داره، بیشک از همین جاست که لذت همخوابگی و نام بردن و صحبت از اون در فرهنگ ما زشت میشه، زشت سازی شده، کسی که از اونها بگه ببینیمیسه اگر زن باشه خب خیلی بده، بهش میگن این زن فاحشه است.
و اگر مرد باشه میگن هرزگو هست. به طور کلی ما با یه همچون ادبیات گناه، همون چیزی که گفتم اخلاق به اصطلاح خدا محور اینها باش طرف هستن. خدا از اول گفته زن گناهکار دیگه، نافرمانی کرده در بهشت و میوه ممنوعه رو به اصطلاح یا اون از درخت ممنوعه آدم رو گول زده، و از همین انگیزه و همین برداشت است که مردا رو مرد موجودات ضعیفی میدونن که فریب زن رو میخوره. چرا که آدم و حوا نسل اولشون چی از آدم از زن فریب خورده، و به همین دلیل زن خطرناکه، زن گناهکاره. مرد با اون همه خشونت ها و زورگویی ها و ستمگیریش یه موجود آسیب پذیر معرفیش میکنن در مقابل وسواس زن. حالا تو همین جای شوخی هم بکنم، میگن یک مریدی از شیخ پرسید آقا استفاده تبلیغاتی از زن برای فروشی کالا مثلا برای یه چیزی خوب است؟ گفت نه و حرام است. بعد پرسیدش که خب خود خداوند برای تبلیغ بهشتش چرا از زنان استفاده میکنه و نه تبلیغ میکنه که اگر خوب باشین حوری به شما میدیم اینجا؟ در صورت اینجا خود خدا هم توش میمونده، آخوندم توش مون. بعد گفتش که شما لطف بکنید یاوهگویی نکنید یا لیچار نگید، بشینی سر جاده. وقتی جواب ندارن اینجوری جواب میدن. زن در داستانهای اسلامی کلا در کتاب در فیلم نامه ها و اینها نباید آرایش کنه، لباس زیبا با رنگهای شاد و زنده نباید بپوشه، شلوار به پا و دامن به تن بکنه، بیروسری و مانتو اگه باشه فاجعه است، و به طور کلی زن نباید زیبا تصویر بشه، چرا که زیبای زن به اصطلاح اون گناه رو برمی‌انگیزونه، حس گناه رو، و لوازم آرایش همینا این کار رو میکنه. و به همین دلیل هم نگاه بکنی زن قبل از انقلاب وقتی که اینا میخوان یه سری چیزی نمایش بدن در داستاناشون، حالا فیلم یا هرچی، آرایش کرده هستن، ناخنشون بلنده، در کنار مردا میشینن. برای نمونه داستان ما شو در ما زنی هست که کارمنده و هر کارمندی هم از نظر اونا سواکی بوده، قد بلند داره، عینک به چشمی، موهاش خرمایه، موهاش رو بافته روی شانه چپش انداخته، یک بلوز صورتی آستین کوتاه پوشیده، یک شلوار چسبان پوشیده، ناخن بلند و لاک زده و اینا. این منظر زن توی فلان هست، زن بد، زن خودفروخته، زن سواکی، زن غربی و اینها. در صورت در نگاه بکنیم مثلا خود زنها هم تو این داستانهاشون نگاه بکنیم، نویسندگانشون میگن، زنه میگه من طاقتم کمه، تو پرتاقتی، به مرد میگه. حالا ما این مردای ایرانی که الان جوانا رو که ما میبینیم بارو مظهر خیلی چیز هاست دیگه، اینا آرایششون از دختر بیشتر شده، زیر ابرو بر میدارن، به هزار بازی های جدید شده. حالا میگه مرد طاقتش بیشتر، زن طاقتش کرده. تو مردی، من دلم شکستنی است، تو شکستنی نیستی، تو نمیشکنی، تو مردی، جانم فدای توی مرد. مثلا این دیالوگی است که از زبان زن در این داستاناشون است. بعد یا میگه آقا جون، به باباش میگه به گریه کردن ما زنها زیاد توجه نکن، در صورت از روی چی میگن احساساتی بودن ماست، محل نگذار، گریه کردن برای ما کار آسونیه، دم دستمونه، عادت شده دیگه، ترک عادت هم موجب مرضه. این تصویریش که از زن ارائه میدن توی این داستاشون. اصلا زنها از اینکه مورد ستایش و تعریف مرد باشن احساس خوشی بهشون دست میده. تو از پخت و پز و از سلیقه و از زیبایی و لباس پوشیدن و از اخلاق منه هی تعریف میکردی، دل مرا میبردی، تو تعریفات با حرفات با صدات قرائت. این تصویری است که توی تمام فیلم های اینا از زن هست. حالا یکم بعضیش که بار ایدولوژیکش خیلی بالا هست، قدیستره، بقیش هم
نرمتره. مثلا تو همین داستان فیلم هم که نگاه بکنید، خلاصه این زن به شدت حالت منفعل داره مثلا. خب فیلم قیصر تکلیفش روشنه، خواهری مورد تجاوز واقع شده، قیصر هم بر اساس تفکر سنتی چکار میکنه؟ دشنشو میکشه و پاشنه کفششو میکشه بالا و میره انتقام بگیره. تکلیف فیلم روشنه، به طرز فجیع هم انتقام میگیره. این یک تفکر سنتی است، ولی تو این فیلم، فیلم سرگردانیه. نه این زن مورد تجاوز واقع شده، نه اون غیرت به قول معروف قیصر داره که خودش بلند شه بره تکلیف رو یک سره کنه، قانون گریز باشه، بر اساس سنت عمل کنه، دست و چاقو رو بکنه توی گردن به قول معروف برادران آقمنگل و از این داستان ها. نه قانونگراست توی فیلم که آقا حالا اتفاق افتاده، قانون باید وزین روشن کنه. خب اونجا قانون گریزیش خودش عمل میکنه، به جای قانون عمل میکنه. تو اینجا نه کار قیصر میکنه، نه به قانون مراجعه میکنه، به پلیس، به اون سیستمی که الان هست و توش زندگی داری میکنی تو. خب در صورت با تمام معایبش داری توش زندگی میکنی. اگر نمیتونی، نمیخوای قانون رو قبول نداری، نمیخوای زندگی کنی، خب بلند شو بیا مهاجرت بکنی. و چون متعلق به طبقه متوسط هم هست، این فیلم ها همه دو طبقه متوسط ایران میچرخه و این طبقه مورد تهاجم کامل فرهنگی است که به قول معروف آسیب پذیریش به شدت بالاست، که یک پا تو سنت داره، یک پا تو مدرنیته، یک پا نگاش به داخله، یک نگاش به لس آنجلسه. و اتفاقا اونا هم که میرن لس آنجلس از همین تیپا نگاهشون برمیگرده تهران، تا نرن تهران مشکلشون حل نمیشه. و به همین دلیل هم خیلیشون بعد از مهاجرت برمیگردن ایران. رابطه این بین حالت سرگردانی است، نه مدرن هستن نه سنتی هستن، پادر هوا هستن. و این وضعیت آشفته است که ما نه اخلاق سنتی داریم که رو اون عمل کنن بیستن، حالا در خودشون با مسئله زن و الاخر و یا نسبت به سایر مسئله دیگم اخلاق سنتی فرو پاشیده، اخلاق مدرن هم جا نگرفته، پایه های فلسفی نداره. و در صورت تو غرب پایه های فلسفی براش درست کردن، فیلسوفانی مثل کانت و دیگران روی این مسئله کار کردن و پایه های محکمی براش درست کردن. همین مسئولیت پذیری که گفتم با فیلم جدال نیمروز و صدها فیلم، داستان، رمان، تئاتر، نمایشنامه، همه اینا ساختن تا اینو به فرهنگ تبدیل کردن، فرهنگ جامعه، الگوی رفتاری درست کردن با این قهرمانان فیلم ها، با نمایشنامه ها. همونطور که مثلا گوته در این زمینه اندیشه های کانت در آورد، در کتاب های متعددش به صورت رمان های بسیار تاثیرگذار به صورت تویش که تو سطح جامعه به قیاس انبور رفت. اونجا میبینیم تو غرب بین ادبیات و فلسفه یه رابطه تنگاتنگ است. اول فیلسوفای نظری رو بیان میکنن، ادیبان این مسئله رو باز میکنن، به صورت توصیفی در میارن و به صورت فیلم در میارن، رمان در میارن، جامعه رو تسخیر میکنن با اون ایده فلسفی که بسیار سخت هم هست این کار. چرا که یه تفکر انتزاعی فلسفی رو شما تبدیل به یک به اصطلاح فیلم بکنیم بسیار کار سختی توصیفی هست، چرا که تفکر تجریدی، تفکر انتزاعی، تفکر مفهومی رو تبدیل به تفکر توصیفی کردن کار دشوار. ولی در صورت شده به صورت سیستماتیک هم اینجا صورت گرفته، یعنی بین نقاشیشون، سبکای نقاشیشون با فلسفه ارتباط است، بین ادبیاتشون، بین آموزش پرورششون، همه اینها با فلسفه ارتباط داره. و به خاطر همین هم است که جامعه شناسیشون با فلسفه ارتباط داره، مردم شناسیشون، تا همه علومشون ارتباط ارگانیک داره. طرف اومده فلسفه نداره، میگه بیا مثلا جامعه شناسی اسلامی درست کنیم. آخه مگه میشه هم چیزی؟ مردم شناسی درست کنیم، روان شناسی درست کنیم، همچه چیزایی مگه میشه؟ آخه پدر جان، اسلام یه دین است، اخلاقیات خودش داره،
نگاهش به انسان با نگاه مدرن به انسان فرق میکنه، به جامعه، به مسئولیت، به تعهد، به اخلاق، به همه موضوعات کاملا فرق میکنه. من یه جامعه آشفته از همه چیز با هم خاطی کرده، این شیزوفرنی هم این وضعیت به وجود آورده. که حالا در مورد یک حادثه به نام اسکار و فیلمی که وجود آمده به توافق نمیتونم برسم. طرفداران به شیفتگان یا ذوب شدگان در ترامپ به شدت ناراحت شدن. این توطئه هالیوود با کمک تریتا پارسی و نمیدونم اسمای از این دستم میارند و کمک خانم انوشه که به اصطلاح و این استاد در صورت ناسا و اینها، یه توطئه مشترک پنهان جهانی و ایرانی بر علیه اندیشه های والای ترامپ میدونن. یعنی خود شیزوفرنی ممنون. چی بگم به آقای مهربان؟ ممنونه، همه رو گفتین، بسیار ممنون و سپاسگزار شما هستم، متشکرم از این وقتی که در اختیار ما قرار داد، ممنونم، سپاسگزار. بله، فقط یه نگرانی من بگم که فردا این آقای اسمش چی هست، فروشنده، فیلم فروشنده آقای فرهادی، فرهادی مذارت بخواه، یه مرتبه سر از این قومگرایی و تجزیه و اینا در نیاره. این آره اون برای داستان مردم چی میگن؟ اون فوتبال بود، یه جوکی بود، میگفتن آقا تیم ایران با آرژانتین بود، میگفتن که مارادونا رو 3 نفر گذاشتن بگیرنش که گل نزنه، بعدش خلاصه دیدن دفاع ایران اولین گل خودش به خودش زد، دومی گفت بابا مارادونا رو ول کنین غضنفر بچسبین، از این غضنفر توی مملکت زیاد ممنونم، متشکرم، عرضم به حضور شما، سپاسگزارم. شنیدیم فرمایشات آقای نشمت رئیسی نازنین رو، من ممنونم ازش که لطف میکنه و مهر میکنه و وقتشو در اختیار من و شما قرار میدهد و تجربیاتش، تفکرش رو در حقیقت ارائه میده. مهمترین بخش داستان همین تفکره. همه اینها رو که اضافه بکنی، من یه باور بیشتر ندارم و اونه که ممالکی موفق شدن، مردمانی موفقن، مردمانی زندگی خوب دارن که وطن دارن، وطنشون رو دوست دارن. پاتریوتیسم، رو کلمه پاتریوتیسم وایساده. همه الان یه سریال 4 بخشی 48 تیکه است، الان میگه نمیدونم 62 تا تیکه دیگه هنوز باقی مونده، به نام هوملند و ماجرای امنیت دارون سیاه. فیلم اون یکی هاوس آف کارد پشت صحنه کنگره نشون میده، روابط کنگره کاخ سفید رو نگاه میکنی، نتفلیکس ساخت اون فیلم رو، تو همون بن افلک، تو همون ماجرای گروگانگیری، همه ماجرا بر محور وطنش بود، نه آقای ریگان، نمیدونم مثلا جعفری، نمیدونم قبیله، نمیدونم ایکس، قوم بهمان، اینطوری نبود، وطنشونه. همین الان هم فیلم هوملند رو داره نشون میده، پشت CIA یه قصه است، تصور کن قصه است دیگه، ولی اون ریشه ماجرا روی محور وطنشه. CIA خجالت نمیشه بگه من ساواکیم، برای اینکه وطن داره. ممنون و متشکر از همه شما خوبان نازنین، از اینکه مهر میکنی و برنامه ها رو دنبال میکنی، از شما سپاسگزاریم، از آقای رئیسی هم ممنون و متشکریم. اگر این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده، سالوت کن که لینک برنامه را از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس برای سایرین بفرستید. آسان ترین راه آن است که به فیسبوک ما بیاید، یه لایکی بزنید، عضو صفحه فن پیج ما بشوید، لینک ها همه در اونجا قرار میگیره. کانال تلگرام، یوتیوب، فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس. شما اگر جای دیگه سراغ دارید، مهر کنید و این کار رو انجام بدید. و از کاوه نازنین در سایت خوب و پر مخاطب مردم ریپورت هم ممنون و سپاسگزارم که مهر میکنه.
بعضا لینک های برنامه ما رو هم در سایت پر مخاطبش قرار میده. ممنون و سپاسگزارم. از شما هم دعوت میکنم برای رسیدن به خبرها، دیدن ویدیوها و لینک های مرتبط مردم ریپورت بروید. جای خوبیه. این کارا زحمت داره. این کارا پولی توش نیست، مطمئن باش. ولی برای اینکه مشت محکم بزنیم به دهان یاوگویان، ما چی شد دیگه؟ این ما هم تموم شد. نوامبر و دسامبر و ژانویه و فوریه همجوری پس میدیم، داریم عقب میریم. یکی از دستت میرسد کاری بکن. خوب گفتن دوستان، به حال عیدی ما یادت نره. اون که تنها راه همین.